بسم الله الرحمن الرحیم. عناداك يا ابو صالح دنيا واخره وياك يا ابو صالح حبك الباري عمر بايعك يا المنتظر حبك الباري عمر بايعك يا المنتظر خاتم اليمة ووريث الانبياء بليل ميلادك اجينا بالولاء بنور وجهك نورت أرض وسماء نعلن بحبك البيعة والنداء بحماك كلنا بحماك يا ابو صالح تباهت بك الأملاك يا ابو صالح حبنا جينا والفخر نبايعك يا المنتظر حبنا جينا والفخر نبايعك يا المنتظر شب ميلاد دبار و شب امیده اتر فاطمی میون آسمون پیچیده از برکت قدوم نور چشم زهرا گناه ما رو خدا به عشق او بخشیده بیا احیا بگیر شب رو سحر کن همه عاشقا رو با خبر کن یار عاشقان اومد صاحب الزمان اومد یار عاشقان اومد صاحب الزمان اومد همه جا آینه بندون برا این مولوده خدا گل ریخته به پاش هرچی تو عالم بوده آیه جا الحق و زهق الباطل هم نقش بازوی آقامون مهدی موعوده یه ستاره اومد شد ماه مجلس جون عالم فدای گل نرگس جان شیعیان اومد صاحب الزمان اومد جان شیعیان اومد صاحب الزمان اومد یه روزی میای ز مکه اینو خوب میدونم تا تموم شه غیبت تو منتظر میمونم میدونم مؤثره پس همه روز و شبها ذکر عجل ولی کل فرج میخونم ذکر عجل ولی کل فرج میخونم جمعه چشمم به راهت میشه خیره میخونم عین الاقمار المنیره منجی دنیا بیا یوسف زهرا بیا هذه الناس التي الآن سائرة وأعتقد يعني واعتقاد جازم تعد لأكثر من مليون أو تعد بالملايين حاصلة من كل مدن إيران جمهورية إيران الإسلامية إلى منطقة جمكران المقدسة مقام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف فانظروا أيها الأخوة المسلمون وأيها أبناء المذهب الشيعي شوفوا انظروا هؤلاء أنصار الإمام المهدي بهذه الليلة المباركة والسعيدة على جميع المسلمين انظروا كيف يحتفلون يوزعون الطعام ويوزعون الشراب لزوار منطقة جمكران المقدسة انظروا هذه الأفراح شب رخ مهتاب نبیند سخت است لب تشنه اگر آب نبیند سخت است ما نوکر و ارباب توی مهدی جان نوکر رخ ارباب نبیند سخت است همه مردم رو ما میبینیم که هر کس به شکلی به صورتی نظریه‌های خودشون رو آوردن و در اینجا استقبال میکنن از افرادی که پیاده روی میکنن من در اینجا میبینم آسایشگاه‌های مختلف رو ایستگاه‌های صلواتی رو
جاهایی برای ماساژ، جاهایی برای ایستگاه صلواتی چایی و واقعا دیدنیه. من درود میفرستم بر این مردم آگاه، بر این مردم فهیم و این کسانی که واقعا با جون دل دارن مسیرهای طولانی رو از اقصا نقاط کشور به سمت مسجد مقدس جمکران در حال پیاده روی هستن. امام زمانہ علیه الصلاۃ والسلام ہیں کہ جس پر کربلا کا اختتام ہوگا اور جن کی غلامی سے انسان واقعی حور ہوگا. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جو بھی حاضر ہوگا وہ امام زمانہ کو تو نوکر ہوگا لیکن دراصل وہ وقت کا حر اور آزاد ہوگا. وقتی میان نفس و حوث جنگ می شود، دلم به چشم به هم زدنی سنگ می شود. آقا ببخش که سرم گرم زندگی است، کمتر دلم برای شما تنگ می شود. از استان مازندران اومدم تا اینجا که به آقا بگم شرمندتم، آقا بگم که منو ببخش که اگه یه وقت سربازت نبودم به جاش سربارت بودم. به همه هم‌استانی های عزیز که این همه راه رو اومدن از تهران، از مازندران، از چهارمحال و بختیاری، از شهرستان های مختلف این کشور اومدن که دوباره این رو اثبات کنن که مثل اربعین میتونن اینجا هم حرم تا حرم پیاده بیان. احیینا هذه الليل الحمد لله بالعباده و بهرنا في هذا المكان وفي هذا الشارع وفي هذا الطريق وجود المؤمنين الذين خدموا الزوار والمشاة القادمين إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه والقادمين إلى المسجد من أجل إحياء هذه الليلة المباركة. فنسأل الله لنا ولهم التوفيق والغفران و أن يقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين وأن يفرج عن المؤمنين والمؤمنات وعن أهلنا في العراق وأهلنا في دول العالم المظلومة والمنكوبة. ونسأل الله العلي القدير أن يفرج عنا بخروج ولينا الإمام المهدي المنتظر. با اینکه آقا من یک نفرم، بازم آقا با یه نفر خوشحال میشه من اومدم جمکران و من همیشه آرزو میکنم آقا یه روز ظهور کنه با یه اسب سفید بیاد که من خوشحال بشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله خدا توفیق داد. سال دیگه ای هم زنده بودیم و ایام نیمه شعبان و در کنار مسجد مقدس جمکران الحمدلله سفری کردیم و خدا توفیقی داد. الحمدلله تونستیم به معجزه و مدد خودشون به جایگاهی به عنوان ایستگاه صلواتی الحمدلله دایر شد با همت رفقا. انشالله از خدا متعال انشالله خواست داریم این توفیق رو روزافزون کنه بر همه انشالله. بلخص این جوانان و این بچه های این هیئت الحمدلله توفیق اینو داشتن که برای دومین سال ایام نیمه شعبان در همین مرکز جایگاه یا علم بکنن. خب پارسال جایگاه با 20 متر در 4 متر حدود 80 متر و هر وعده 14 دیگه غذا داشتیم. امسال یه چیزی در حدود 100 متر در 4 متر 400 متر و هر وعده هم 50 دیگه غذا و جایگاه چای و شربت هم یک سره در حال توزیع بودن به علاوه غرفه ها که یک سره فعال بوده. خدا انشالله این توفیق از ما نگیره و انشالله من این نعمت شاکر قرارمون بده و انشالله رفقا و ما رو انشالله تو این زمینه روزافزون کنه. قدیم الصلاة على الرسول و آله فبذكرها تتضاعف الحسنات. ذكر الصلاة على النبي سعادة في الحشر والميزان والدرجات
إن شئت في الجنات قصرا عاليا جنب النبي مصدر البركات في كل صبح أسعد ومساؤه طيب لسانك ذكره الصلوات عشقاي خبر برا كل بشر يا رمون سمات شد زيب زمين آخه از آسمون گل نرگس اومد صورتش شبیه پیمبره سر تا پاش همه شکل هیدره خنده هاش همه عشق مادر مهدیه دلبره همه آسمونیا چشمه همه مهربونیا وارث تمومی انبیا مهدیه فرشته ها باشور و هم همه دارن اسم مهدی رو زمزمه امشب همه عیدی میگیرن از دست بی بی حضرت فاطمه آقام آقام ای گل نرگس آقام آقام ای گل نرگس آقام آقام ای گل نرگس بیا چی کار میکنن دیگه؟ این دیگه واضح است دیگه گفتن نیست که به زبون باشه خیلی چیزا میشون بگیم ولی اگه رو عمل بشه هیچ حرفی نداره رو عمل اگه باشه ما هیچ حرفی نداره زن و بچه همون فدای آقا همه عالم فدای آقا این در حد شعاره رو عمل باشه هیچ حرفی نداره من هیچ حرفی نداره حتی آقا رو برای آقا بخوام آقا رو برای خودشون بخوام آقا رو برای خودمون نخوام برای مریضی همون نخوام آقا رو فقط برای آقا بخوام منتظر آقا هست ظهور آقا اعتقاد داریم که معجزات شما دیدیم ما سرطانی ها رو دیدیم خوب شده خیلی سرطانی ها رو دیدیم آبگوشتی جمکران روزای دوشنبه آبگوشت میدن خیلی از نظرشون خوردن سرطان داشتن شفا بگیرن بیاد کربلا میدازیم کفش شالا بازم بریم کربلا دوباره اربعین همین خدمت زوارای اواخر باشه فقط میخوام نوکر امام زمان باشه نوکرهای زواراش باشه همین ما کار ماساژ هستیم زائرینی که از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها پیاده میان به سمت جمکران یه یادی از اربعین امام حسینه که ما پیاده میریم به سمت کربلا تو راه که ماساژ میدادن به ما هم گفتیم که اینجا کاری که از دست ما برمیاد خدمت به زائر تو نیمه شعبان انجام بدیم با توجه به مقارن شدن با ایام شعبانیه امیدوارم که این زمینه ای باشه زائرینی که میان اینجا بتونن از این خدمات استفاده کنن و هم زمینه معنوی داشته باشه و هم زمینه دنیوی داشته باشه براشون امیدوارم آقا کمک کنه که زمینه ازدواج برای همه جوانها فراهم بشه و جامعه سالم و سلامت داشته باشیم ما اینجا خدمتمون هم مراقب سلامت هست هم کارشناس تغذیه پزشک خدماتی که اینجا ارائه میشه
زائرایی که میان اینجا خدمتی بهشون بتونیم بکنیم، مثلا فشار خونشون رو بگیریم، پزشک هم ویزیت رایگان میکنه، کارشناس تغذیه است. اینجا ما هدف اومی هستش که برای بچه ها در مورد امام زمان علیه السلام و معارف دین مطالبی رو ارائه بدیم بهشون و سعی اومینه هستش که تا اونجا که در توان داریم کاری بکنیم که مرضی امام زمان علیه السلام قرار بگیره انشاءالله. نیت هم اینه که بالاخره ما هم یه گامی در جهت معارف دین برای اهل بیت برداریم که حضرات فرمودن که هر کسی که در باب احیای امر اهل بیت کاری بکنه اون ازشون راضی هستن. ما هم داریم کاری انجام میدیم که احیای امر اهل بیت باشه، حالا شده تو قالب کار با بچه ها یا منبر باشه یا هر جای دیگه، بالاخره ما یه کاری انجام بدیم که مردم ما با معارف دین آشنا بشن انشاءالله. یه مقدار تو زمینه اهدای جوایز اگه یه مقدار بیشتر خرج بکنن بچه ها جذب بشن، اینجا جا داره. یعنی شاید من به نظرم اگر جایزه دادن به بچه ها کمتر از غذا دادن نباشه بیشتر هستش. اینه توجه بکنن که انشاءالله رعایت بشه، بچه ها میان. ما خودمون سر یه جایزه بگم یه مسابقه جایزه داره دستانو بلند میکنه میام، ولی بچه ها که جای خودشون داره. عرض کنم که اینجا با دوستان اومدیم، ایشالله عزیزان زائرای مسجد مقدس جمکران که دارن میان یه چایی بنوشن، خستگیشون از پیاده روی ایشالله در بره و آماده بشن برای ادامه مسیر ایشالله. هدف اینه که ایشالله آمادگی پیدا کنیم، آمادگی پیدا کنیم برای ظهور. همه این حرکت ها حتی اربعین برای اینه که ایشالله یه آمادگی پیدا کنیم برای اون حرکت جمعی که قرار ایشالله با ندای آقا امام زمان که همه از تمام عالم میان و حرکت میکنن به سمت خانه خدا، ایشالله این حرکت ایشالله ادامه پیدا کنه که خدا ایشالله از همه قبول کنه و این عمری که خداوند سرمایه ما قرار داده و خداوند تو سوره انسان میگه که همه انسان‌ها دارن خسران میکنن، اصل سرمایه رو دارن از دست میدن. چه خوبه که این سرمایه ما که این عمر ما هستش در بهترین راه که اولا ایمان، عمل صالح و این که انشاءالله تواصیه به حق، یعنی سفارش کردن همدیگه که انشاءالله بتونیم همدیگه رو سفارش کنیم، دست همدیگه رو بگیریم تو این حرکت جمعی یه قدمی برداریم انشاءالله. الحمدلله یک دو سال یه برنامه باب شده مثل کربوبلا و مشایع کربوبلا، الحمدلله رب العالمین اسباب پذیرایی زوار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرازه شریف تو این مسیر بلوار بزرگ پیامبر اعظم در قم الحمدلله رب العالمین باب شده و هیئات مختلفی از جمله هیئت کربلایی های مقیم قم توفیق دارن توی این امر بزرگ شریک باشن و به زوار عزت صاحب الزمان خدمت رسانی کنن الحمدلله رب العالمین. به هر کس در این مسیر حتی قدمی یا درمی کمک کنه انشاءالله خدا مورد مرضی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار خواهد گرفت انشاءالله، در صورتی که شش امام تا امام عصر فاصله است بین امام صادق و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. آقا فرمود مردم باید احساس نیاز بکنن و تا احساس نیاز نکنن این امر محقق نمیشه. انشاءالله به حق عجل زرا هممون احساس نیاز کنیم برای ظهور حضرت، حتی اگر برای امر دل خود ما باشه، چون بسیار فرمودن که دعا برای فرج صاحب الامر کنید که فرج شما هم در ظهور و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف خواهد بود. کار بنده اینجا شستشوی لباس ظاهرینه و میذارم خوش میشه و ایشالله این دوستان بیان لباسشون رو تحویل میگیرم بعد از شستشو. والا نیت که خب همه ما یه نیت داریم، اون که به حال دوست داریم زودتر حضرت آقا ظهور پیدا بکنن و این به نظر من خواسته کمی نیست. هدف از این کار فقط همینه، چیز خاصی دیگه نیست که بحث مادیاتی نیست، فقط بحث اینکه حضرت زودتر زود ظهور پیدا کنه و اون عدالت واقعی رو تو این جهان برپا بکنه. یا مهدی یا مهدی مبروک، یا مهدی مبروک، ای رهبر دنیا و دین یا علی، ای آسمانی در زمین یا علی،
هیدر امیر المؤمنین یا علی، هیدر امیر المؤمنین یا علی، تهنیت تهنیت یا مولا، آمده مهدیت یا مولا، تهنیت تهنیت یا مولا، آمده مهدیت یا مولا، یا مهدی یا مهدی مبروک یا مهدی، ای روح ختم المرسلین یا زهرا، عالم شده خلد برین یا زهرا، لبخند مهدی رو ببین یا زهرا، لبخند مهدی رو ببین یا زهرا، تا زند یار عدویت آذر، بر لبش ذکر مادر مادر، تهنیت تهنیت یا مولا، آمده مهدیت یا مولا، ای دومین نور خدا یا حسن، نور دل خیر و نسا یا حسن، نور دل خیر و نسا یا حسن، مولا امام مجتبا یا حسن، قلب پاک شما مسرور است، شهر مدینه پر از این نور است، ای زاده خیر البشر یا حسن، شاخ غریبان شد سحر یا حسین، شام غریبان شد حسین، بر مهد مهدی کن نظر یا حسین، دل ز نورش صفا میگیرد، انتقام تو را میگیرد، یا مهدی یا مهدی یا مهدی، آمده مهدیت یا مولا، یا مولا.